برگردیم به اسلاید ها. اهداف یادگیری یا learning objectives، اهداف یادگیری این فصل شامل موارد زیر هست. خیلی سریع ما این فصل رو جلو میریم. این فصل خیلی ساده است، به عنوان مقدمه شناخته میشه، به تدریج مشکل تر خواهد شد. بنابراین سعی کنید، خواهش میکنم ازتون که در فصل های ابتدایی سعی کنید که کامل بیاموزید، کامل یاد بگیرید. حتی اگر دانشجو هستید، اگر که افرادی هستن که سنشون مثلا زیر 30 سال هست، توصیه من این هست که با توجه به اینکه اسلاید ها دو زبانه نوشته شده و من به عبارات انگلیسی هم اشاره میکنم، سعی کنید معادل انگلیسی رو هم همزمان بیاموزید که اتفاقا چند باره از کلاس بهره مند شده باشید. مسائلی که اقتصاددانان کلان مطالعه میکنند رو ما اینجا بررسی خواهیم کرد، ابزارهای اقتصاد کلان رو هم بررسی خواهیم کرد، برخی از مفاهیم رو هم انشالله توضیح خواهیم داد. بالاخره مقدمه هست و بعداً بیشتر میپردازیم به مسائل اساسی علم اقتصاد کلان. خب اقتصاد کلان میخواد مثلا به چند تا سوال جواب بده، به چند تا موضوع برسه. ما بعضی از موضوعها رو خدمت شما الان بحث میکنیم، یعنی یک مقداری روش فکر میکنیم.